کتاب را فرهنگسازی بکنیم. ما در 40 سال گذشته کتاب را از ما گرفته بودند، کتاب صلح را از ما گرفته بودند، کتاب امنیت را از ما گرفته بودند، کتاب اتحاد را از ما گرفته بودند، کتاب جوانگرایی را از ما گرفته بودند، کتاب محبت با جوانان را از ما گرفته بودند، کتاب نشستن با جوانان را گرفته بودند، کتاب دیالوگ را از ما گرفته بودند که با هم بشینیم گپ بزنیم، مشکل کجاست، درد ما چیست، تا کی؟ این دوستان ما که جمع میشه و در کشورهای دور و نزدیک که بیایم از نو لشکرکشی بکنیم، بیایم بگیم که از نو لشکر کتاب به افغانستان بفرستیم، بیایم با کتاب زورآزمایی بکنیم. هر کس بیشتر به این ملت دانش داد، ملت باید او احترام بکنه. هر کس که بیشتر میراث از او دانش بود، او در سر و چشم ملت جای داره. ولی هر کس از هر آدرسی که برای ملت جنگ، کشتار، اختناق، سلب آزادی های مدنی و اسلامی گرفته می شود، سلب امنیت می شود، او دشمن این ملت است. ولو که هر کس که باشه، ما دوستان خود را از آدرس کتاب پیدا بکنیم. ما کمزوری داریم، درست، نابلدی داریم، درست، ما را بیاییم با شمشیر کتاب، کتاب را به دست بگیرید، از روی کتاب بخوانید. بعضی وقتا شفاهی حرفا تاثیرگذار نیست، ولی همو حرفا را یک نویسنده اگر در قالب کتاب برای یک کس بخونه، کاری به چرت میرود. اندیشیدن را با دادن کتاب، با آسان کردن کتاب تقویت بکنیم. و اگر ما کتاب را پیدا کردیم، دیگر هیچ کسی در دنیا حریف ما نمیشه. و متاسفانه این جمله مشهوره که دنیا همیشه ما را طعنه میزنه که افغانها در جنگ بسیار قوی هستند، ولی در سیاست بازی میده، بازی میخوره، میدان را دست میده، فقط به خاطر از این که کتاب سیاست در دسترس ما نیست و کتاب سیاست را در جایی که لازم باشه، در تاخشه که لازم باشه، برای کسی که لازم باشه، از این سادی نشده به دست از او برسه. در 20 سال گذشته که تمام امکانات البظاهر فراهم کرده بود، کو کتابخانه بسیار وسیعی که در حد و شأن هرات باشد، چیزی که ما را خیلی رنج می‌دهد.